مهارت‌های ارتباطات انسانی و شایستگی ارتباطات انسانی از جمله مباحث و مسائل مهمی تاثیرگذار روی زندگی فردی، حرفه‌ای و اجتماعی انسان‌ها تلقی می‌شوند و بدون شک زندگی امروزی، زندگی بدون شک اجتماعی که ما در کنار یکدیگر زندگی می‌کنیم در شهرها و دیهات و به گونه روزمره بر مبنای نیازمندی زندگی با یکدیگر خود ارتباطات برقرار می‌کنیم، در صورت برخوردار بودن از سطح بالای مهارت ها و شایستگی ارتباطات ما می توانیم ارتباطات خوب و مفید و موفقانه برقرار بکنیم و در صورت برقراری ارتباطات مفید و موفقانه ما می توانیم که امو اهداف و مقاصد را که به خاطر از ارتباطات برقرار بکنیم به خوبی دست بیاریم و زندگی موفقانه داشته باشیم. بنابراین ما نیازمند هستیم که بدانیم مهارت ها و شایستگی ارتباطات انسانی چی هستند و کدام ها هستند امو بخش های مهمش و چگونه میتونیم ما به دست بیاریم و تقویه بکنیم. بدون شک مهارت های ارتباطات انسانی به صورت کل معلومات و مفاهیم و مسائل را که ما در قبال عرصه های متفاوت تاثیرگذار روی پروسه ارتباطات انسانی از جمله مهارت های زبانی، معلومات اجتماعی، معلومات فرهنگی و همچنین دانستن مراحل و انواع متفاوت ارتباطات انسانی را ما کسب میکنیم، اینا مهارت های مشخصی عرصه ارتباطات انسانی هستند. اما زمانی که ما تلاش میکنیم از طریق فکر کردن و پروسس معلومات را که بعد استعمال میاریم معلومات به دانش تبدیل میکنیم، یعنی زمانی که ما معلومات متنوع و متفاوت را جمع آوری میکنیم در ذهن ما پروسس میکنیم و میدانیم ماهیت و کیفیتش و او تبدیل میشه به دانش، و زمانی که ما او را در زندگی عملی خودمان دانش و معلومات استفاده میکنیم به گونه عملی او تبدیل میشه به دانش کاربردی. اما زمانی که ما به گونه مکرر از معلومات دانش و دانش کاربردی که بخشی از ظرفیت مسلکی و زندگی ما میشوند یا مبدل میشوند به بخشی از ویژگی ها و مهارت های زندگی ما، زمانی که ما به گونه مشخص و بر مبنای تمرینات و استفاده های عملی روزمره بخشی از توانایی ها و ظرفیت های غیر قابل پرسش زندگی ما ساختیم، اما مراحل و قدم های مشخص را که ما در قبال انواع متفاوت ارتباطات و مسائل مرتبط به ارتباطات کمایی کردیم و را اما بود کاربردی زندگی ما میسازیم، او از مهارت که سکلز ما میگیم کمیونیکیشن سکلز با کمیونیکیشن کمپیتنس یا شایستگی ارتباطات تبدیل میشه، یعنی شایستگی یا شایستگی ارتباطات یا کمیونیکیشن کمپیتنس و نه اون مرحله نهایی رشد یافته و مبدل شده به حالت کاملا کاربردی و قابل استفاده در زندگی ظرفیتی و مسلکی افراد است که با کسب و مورد پروسس قرار دادن معلومات، مبدل نمودن معلومات به دانش و بالاخره با استفاده در عرصه‌های کاری عملی مبدل نمودن دانش به دانش کاربردی و بالاخره به شایستگی شخصیتی و توانمندی و ظرفیتی فردی و مسلکی مبدل میکنن و میتونن که در هر حالت و در هر جایزو استفاده بکنن. ببینین این نکته قابل توجه است که وقتی که ما مسائل مثلا ارقام جمع آوری میکنیم، ارقام تاثیرگذار، معلومات، واژه ها و بعضی تعریف های مشخص، اینا معلومات هستند. معلومات یا قبل از معلومات مثلا داده ها شکل دهنده معلومات هستند، یعنی معلومات به تنهایی بود کاربردی نمی داشته باشند. وقتی که ما معلومات جمع آوری میکنیم به گونه مو دستاله ها در ذهن ما داخل میشن و پروسه پیام ساز و اجزای متفاوت سیستم عصبی ما و مغز ما و همچنین در حد تمام مکلفیت خودش قلب انسان اینا داخل می باشن، معلومات پروسس میکنیم، معلومات به دانش تبدیل میشه. چی وقت معلومات به دانش تبدیل میشه؟ که ما معلومات به همو پدیده قابل هضم در پروسه کاربردی ذهنی خودمان بسازیم. اما تا زمانی که ما در زندگی عملی استفاده نکنیم معلومات به دانش تبدیل میشن اما دانش کاربردی نمیباشه. اما زمانی که ما توانستیم دانش در زندگی عملی تطبیق بکنیم مبدل میشه به پرکتیکال نالج یا دانش کاربردی. اما زمانی که ما از کثرت استفاده و تمرین جزی از عادت و مهارت های کاربردی مداوم زندگی خودمان معلومات و دانش را ساختیم، این مبدل میشه به شایستگی یا کمپیتنس.
بنابراین برای برقراری ارتباطات سالم و مفید انسانی همیشه ما نیاز داریم تا سطح معلومات، سطح دانش و سطح شایستگی ارتباطات خود و در تمام عرصه‌ها سطح معلومات، دانش و شایستگی خود بلند ببریم تا بتوانیم که زندگی موفقانه فردی، اجتماعی و حرفه‌ای داشته باشیم. دکتر عبدالقهار سروری هستم. اگر فکر میکنید که چنین مفاهیم و معلومات برایتون مفید است، لطفا در یوتیوب چینل را سابسکرایب کنید. تشکر.